سلام و درود به تمامی همراهان عزیز لذت داستان من شهرزاد هستم و اینجا هر شب براتون یه داستان دنباله دار میخونم امشب میخوام قسمت 21 از داستان زیبای دختر قهرمان رو برای شما بخونم توی قسمت قبل داستان رو تا اونجایی براتون خوندم که شیخ عبدالهادی به یکی از لوتی های شهر تبریز پولی میده تا تاجلی رو شبانه از خونش بدزدند و به شیخ عبدالهادی برسونند زمانی که لوتی ها وارد خونه میشند تاجلی از خواب بیدار میشه متوجه این اتفاق میشه و لوتی ناآگاهانه تمام ماجرا رو برای تاجلی تعریف میکنه تاجلی به همراه مرد راه میافته اما در لبه بام زمانی که لوتی میخواست تاجلی رو از بام پایین بیاره تاجلی ناگهان لوتی رو حل میده و نقش زمین میکنه این طوری میشه که از محلکه ای که شیخ عبدالهادی برای اون تدارک دیده جون سالم به در میبره اگر میخواییم بدونید که شیخ عبدالحادی در این قسمت چه ای برای تاجلی بینواد شیده فراموش نکنید که همین اول ویدئو رو لایک کنید و اگر من رو سابسکرایب ندارید حتما همراهی کنید. تا هر شب شنونده یکی از زیباترین داستانهای ایران و جهان باشید بریم تا با همین داستان جذاب رو بشنویم اتهام ناروا آن شب شیخ بیدار ماند و با بی صبری و بیقراری منتظر تاجلی بود به کوچکترین صدایی از جا میجست با خوشحالی گوش فرا میداد و چون خبری نمیشنید اخ میکرد ساعتها میگذشت و هر ساعت سالی در نظرش مینمود کم کم نگرانی و پریشانی خاطر به شیخ مسلط میشد آیا لوسیها فریبش دادند ممکن نیست شاید تاجلی و کنیزانش داد و فریاد را انداخته و محافظین تاجلی یا همسایگان به کمک آنها آمده و لوتی ها را راندند. وای بر من اگر لوتی گرفتار کسان تاجلی بشود. در این صورت آنها لوتی را تحویل داروغه خواهند داد و داروغه با زجر و شکنجه لوتی را مجبور به اقرار و شرح حقایق خواهد نمود. ناچالوتی اسم مرا بر زبان خواهد آورد. حدسیات مختلفی میزد. بالاخره شب گذشت و صدای اذان صبح از مناره های نزدیک به گوش رسید. با اینکه تابستان بود، عبای نازک نجفی را سر کشید و به بهانی مسجد به طرف خانی تاجری به راه افتاد. با احتیاط جلو رفت. هر چه نگاه کرد کسی را ندید و صدایی نشنید. به در خانی تاجری رسید. شیخ قبلا میدانست که لوتی از کجا بالا خواهد رفت به آنجا رسید یک مرتبه دل در سینهش تپیدن گرفت خون زیادی روی زمین دیده میشد آیا این خون لوتی است که بر زمین ریخته یا خون مدافعین تاجلی که قطعا با لوتی گلاویز شده و جنگ کردند کمترین سر و صدایی از خانه تاجلی به گوش نمیرسید شیخ با وحشت و حراس روزی را به خاطر آورد که توطعه چیده و زمین فراهم ساخته بود تا ترکمنها تاجلی را در حین مسافرت از وسط بیابان برو بایند و ببرند. ولی تاجلی تیری به تخت سینه سرکردی ترکمانان زد و ترکمن دیگری را مجروح کرده و خود را نجات داده بود. آیا تاجلی همان بسات را به راه انداخته؟ شیخ پریشان و نیمه به خانه برگشت از بیخبری و نگرانی در عذاب بود ساعتی نشست و طاقت از دست داد همین که آفتاب پهن شد به بهانه عرض خدمتگذاری و احوالپرسی پرسی به طرف خانه تاجلی براه افتاد اتفاقا موقعی رسید که تاجلی و کنیزانش سوار کجاوه می شدند. شیخ یک عده سوار را در بیست قدمی دید فهمید که آنها جزء نگهبانان قافله خواهند بود. به هر نحوی بود خود را به تاجلی رسانید. با گلایه گفت سفر بخیر. چرا مرا خبر نکردید تا شما را تا خارج از شهر بدرقه کنم یا دعای سفر برای شما بخوانم تاجلی از زیر نقاب نگاه نفرت آمیزی به روی شیخ کرد و گفت دعا را برای دخترت آیشه نگهدار. زبان شیخ از بخت و وحشت بند آمد. تاجلی سوار شد و قافله به راه افتاد شیخ که هنوز از جریان حمله لوتی و عاقبت کارش اطلاع نداشت از رفتار و مخصوصا گفتار تاجلی که همیشه نسبت به او با مهربانی و احترام رفتار میکرد متحیر ماند هرچه فکر میکرد نمیتوانست به علت بیلطفی و خشم تاجلی پی ببرد برای شیخ مسلم شد که لوتی پول را گرفته و کاری انجام نداده افسوس پولی را میخورد که به لوتی داده بود متفکر و اندیشناک به خانه آمد در آتش بی خبری و نگرانی میسوخت ساعتی نگذشت که در کوچه صدا کرد دو نفر از دم در پیغام دادند که از طرف لوتی آمدند شیخ گویی آنها را فرستاده خدا دانست آن دو جریان شب گذشته و حیله تاجلی و مجروح شدن لوتی را تعریف کردند چهار کیسه را به علاوه پول معالجه لوتی مطالبه نمودند و طبق دستور لوتی شیخ را تهدید کردند. شیخ با آه و پول پولها را داد. خواهش کرد او را برای احوال پرسی به خانی لوتی ببرند. لوتی در بستر افتاده و دستش را میان دو تخته و زخم سرش را با پارچه بسته بودند. همین که چشمش به شیخ افتاد در حالی که به زحمت حرف میزد، با لحن ملامت و شکایت ها میزی گفت ای خدا بیامرز چرا قبلا به من نگفتی که مرا به جنگ روباه میفرستی که در تر از گرگ ماده بوده ببینین دختره نیم وجوی چه به روزگار من آورده نمیدانم دستم که شکسته خوب خواهد شد یا همه عمر چلاخ خواهم بود وای به حالت اگر دستم خوب نشود تو که این آتش پاره را می میخواستی می سابقه ای از حال و احوالش به من بدهی تا به این روز نیفتم من این که کلاه سر دنیا می گذارم فری به این خوردم شیخ در کنار بستر لوتی نشست و خواهش کرد جریان را با جزئی ها تعریف کند لوتی شروع به صحبت کرد با آب و تاب تمام شهر داد که چگونه بی سر و صدا بالای سر دختر رسید او که از صدای افتادن و شکستن کوزه آب بیدار شد وقتی مرا داره به دست بالای سر خود دید خود را به موش مردگی زد و تسلیم شد مخصوصا وقتی گفتم که خیال بدی در حقش ندارم و او را تسلیم شما یعنی آقای شیخ عبدالهادی خواهم کرد تا بسات عروسی او را با جوان حاجیزاد فراهم آورد اظهار خوشبختی نمود و گفت من این آقا را خوب می شناسم مرد مسلمان متدینی است شیخ وقتی شنید که لوتی اسم او را بر زبان آورده سخت ناراحت شد و گفت مگر به شما نسپرده بودم که اسم من را بر زبان نیاورید لوتی که دریافت قافیه را باخته است ایراده به جای شیخ را نشنیده گرفته و به سخن ادامه داد که چگونه دختر بدزاد بی سر و صدا از جا بلند شد با حال تسلیم و رضا همراه او تا لب بام آمد او را غافل گیر کرده تخت سینه زد و از لب بام به وسط کوچه انداخت شیخ دیگر حرفای لوتی را گوش نمیداد. همینقدر فهمیده بود که تشت رسوایش از لب بام افتاده و قریبا صدای آن توسط تاجلی به گوش شاه اسماعیل خواهد رسید لوتی وقتی شیخ را متفکر و اندیشناک دید گفت قصه نخور من تا دو سه شب دیگر با دست رفقایی که دارم دختر را به چنگ می و تحویل شما می دهم. این دفعه می چطور باید عمل کنم. شیخ زهر خندی زد و گفت مرغ از قفس پرید. دختره امروز صبح از تبریز حرکت کرد. اکنون در راه هست و به ریش من تو می خندد. شما نمیدانید که با بردن اسم من نزد دختره چه لطمه به من زده و آبروی مرا به باد داده اید. آری هم پول رفت هم آبرویم لوتی حیرت زده گفت مگر شما نگفتید که پدر و مادر دختره به مکه رفتند و جوانی که عاشق دختر است طاقت ندارد تا مراجعت پدر و مادر دختر نزدیک به یک سال صبر کند یک دختر تک و تنها چگونه میتواند سفر کند؟ شیخ حال گفت: گفتگو نداشت جوابی نداد. لوتی بنای اصرار گذاشت. شیخ گفت آنطوری که فهمیدم پدر دختره از اینکه او را در تبریز تنها گذاشته پشیمان شده کسانی را عقب او فرستاده تا نزد خودش باشد لوتی پرسید دختره به کدام طرف حرکت کرده شیخ جواب داد منزل اول سردرود است لوتی گفت من می توانم یک عده از رفقای خود را عقب دختره بفرستم تا مثل قراغوش او را به چند گاورند و به تبریز برسانند و تحویل شما بدهند. شیخ گفت که اما نمی کنم کاری از پیش ببرید. دختر ده نفر سوار همراه دارد. لوتی گفت چه ده نفر باشند چه صد نفر حریف ما نیستند. رو بودن دختری از میان قافله برای ما مثل آب خوردن است. فقط شرطش این است که شما سر کیسه را شل کنید. خلاصه حق و زحمه ما را معین کنید و دیگر کاری نداشته باشید شیخ که میدانست لوتی های تبریز فقط در داخل شهر کر و دارند و در بیابان کاری از آنها ساخته نیست امیدی به موفقیت لوتی نداشت گفت هر وقت دختره را تحویل من دادید هزار سکی طلا خواهم داد چشم های بیفروغ لوتی برق زد و گفت پول را آماده کنید تا فردا دختره را تسلیم خواهم کرد شیخ این وعده را با شک و تردید تلقی کرد برخواست و از در بیرون رفت اگر تا آن روز نابودی تاجلی را به خاطر کامیابی دخترش آیشه میخواست اکنون شخص خودش نیز تشنه خون تاجلی شده بود زیرا یقین داشت که تاجلی به محض ملاقات با شاه جریان حمله و شاهکار خودش را در دفع مهاجمین با ذکر نام شیخ تعریف خواهد کرد شاه خواهد فهمید که نقشه رو بودن تاجلی را شیخ کشیده و به اجرا درآورده. نه، نباید گذاشت که تاجلی روی شاه را ببیند و الا رسوایی و نابودی قطعی خواهد بود. شیخی گفتیم چندان امیدی به وعده لوتی نداشت مخفیانه به ملاقات دوسته تن از سران ترکمن ها رفت. موضوع رو بودن تاجلی را که همسر عقدی و سوگلی شاه اسماعیل بود در میان نهاد و گفت اگر این گروگان را به دست بیاورید شاه اسماعیل به زانو در آمده هرچه بخواهید و بگویید چاره ای جز اطاعت نخواهد داشت اما هیچ چیک از ها زیر با نرفتند حاضر به این کار نشدند روز بعد شیخ به قصد ملاقات چند نفر دیگر از سران قوم که میدانست با شاه اسماعیل دشمنی دارند از خانه بیرون آمد در بین راه با جنازه مصادف شد تشریح کنندگان همه از الوات شهر بودند معلوم شد جنازه همان لوتی بوده که تاجلی تخت سینه سد و به میان کوچن داخته بود شیخ چند قدمی تابوت را تشریح کرد چند بار به صدای بلند گفت انا لله و انا الیه راجعون بعد با دو نفر ناشناس که جزء تشریح کنندگان بودند گرم گرفته خود را از دوستان لوتی مرحوم معرفی کرد جویای علت ناگهانی مرگ او شد. گفتن که لوتی از قرار معلوم دلباخته دختری شده. شبان از دیوار خانه دختر بالا رفته ولی بختش یاری نکرده. از بالای بام به میان کوچه افتاده و سر و دستش شکسته. دو روز بعد خون به مغزش ریخته و مرده است. کسانی هم نشانی دختر را می دانستند. خلاصه شیخ به هر دری بود زد تا بلکه مرده یا زندی تاجلی را به چنگ آورد اما توفیق نیافت. دیگر مسلم شد که تاجلی به شاه خواهد رسید و توتعه ای را که شیخ برای رو او چیده بود تعریف خواهد کرد. شیخ بعد از فکر زیاد به این نتیجه رسید که باید به اصطلاح دست پیش را بگیرد تا پس نیافتد. یعنی تهمت های ناموسی به تاجلی ببندد و قبل از اینکه تاجلی به شاه برسد شاه را از بی تاجلی آگاه و تشنه خونش سازد مرد از خدا بی خبر نامی مفصلی خطاب به شاه اسماعیل نوشت در این نام خود را از جان نساران و فدائیان شاه مرتزوی خسال قلم داد نمود بعد از تحسین کارهای شاه مخصوصا ترویج مذهب حقی تشیع نوشت که بر خود واجب می داند. در همه جا و همه حال خدمت گذار پادشاه اسلام پناه باشد. نگذارد کمترین قباری بر دامن مبارکش بنشیند. بحانهی برای بدگویی به دست دشمنان بیفتد. بعد مقدم چینی مفصلی اشاره کرد که تمام اطرافیان شاه باید شعونات خود و شاه را در انظار حفظ کنند. متاسفانه رفتار تاجلی خانوم که با التاف فوقلادهی که از شاه دیده و باید بیش از دیگران قدر ولی نعمت خود را بداند سخت زننده و حیرت آور بود خلاص شیخ نوشت که از قرار معلوم تاجلی با جوانهای شهر سر رو داشته و شبها فاسقهای خود را از دیوار بالا می کشیده. از جمله یکی از لوتیان به نام تبریز در حین سعود به بام خانی تاجلی از لب بام به میان کوچه افتاده سر و دستش شکسته و دو روز بعد هم به درک واصل شده شیخ منت گذاشته بود که با تمام وسایل ممکن نگذاشت مردم به هویت دختر پی ببرند خدا با شاه بود که تاجلی فردا آن شب از تبریز حرکت کرد شیخ برای اینکه بیغرضی خود را ثابت کند نوشته بود که تمام اهل تبریز از علت مرگ لوتی مزبور آگاه بوده و خانه ای را که لوتی نامرد از بامش افتاده میشناسند. شیخ نفس راحتی کشید. در نظرش مسلم بود که اگر این نامه قبل از ورود تاجلی به دست شاه برسد شاه اسماعیل با آن تون خویی که دارد به محض رسیدن تاجلی با دست خود بیچون و چرا سینه او را خواهد شکافت. بنابراین لبخندی زد و به خود گفت هم خیال آیش راحت خواهد شد و هم قدر و منزلت من در پیشگاه شاه بالاتر خواهد رفت. اکنون لازم بود که نامی شیخ زودتر از ورود تاجلی به دست شاه برسد. به چاپار خصوصی نمیشد اطمینان کرد. شیخ به حضور حاکم تبریز شتافت. حاکم که میدانست شیخ از مقربین درگاه است مقدمش را با عزت و احترام استقبال کرد شاه اسماعیل بعد از اطلاع از گم شدن و بعد مرگ حسین نامه تسلیت آمیزی به شیخ نوشته و او را به لطف خود امیدوار ساخته بود. شاه نامه به حاکم تبریز نوشته بعد از تعریف از شیخ و خدماتش به حاکم تاکید کرده بود که با تمام قوا بکوشد تا خبر یا زنده یا مرده ی حسین به دست آورد. شاه توسط حاکم خلعت و انعام مفصلی برای شیخ فرستاد به حاکم امر کرده بود که هر حاجتی شیخ داشته باشد زود برآورده کند شیخ نامه سر را به دست حاکم داد و گفت تمنا دارم این نامه را با اولین چاپاری که به حضور شاه میفرستید به دست شاه برسانید شیخ بدون اینکه حاکم سؤالی راجع به مضمون نامه بکند گفت میدانید در این نامه از شاه چه خواستم استدعا کردم مرا به حضور خود بطلبد تا در سفری که شاه برای تصرف بغداد و عطبات و عالیات دارد همراه و دعاگو باشم تا شاید با زیارت قبور ائمه اطهار غم فرزند جوان مرگم حسین را فراموش کنم شیخ تظاهر به گریه کرد حاکم که میدانست شیخ از جاسوسهای سری و محرم شاه است خوشوقت شد که از شر این مرد مرموز راحت خواهد شد با اینکه هفته یک چاپار میفرستاد و هنوز دو روز به تاریخ حرکت چاپار مانده بود همان روز چاپار فوقالعاده فراهم کرد و نامی شیخ را ارسال نمود حاکم شیخ را مطمئن ساخت که نامش حد اکثر تا یک هفته دیگر به دست شاه خواهد رسید شیخ حساب کرد و دید که قافلی تاجلی لاقل پانزه الا بیس روز در راه خواهند بود خوش شادمان آزم خانه شد میرفت و به عقل و هوش یعنی به حق بازی و هیله سازی خود آفرین می گفت. و از اینکه موجبات سعادت فرزندانش را تأمین کرده بر خود میبالید به یاد پسرش حسین آهی کشید و با خود گفت من سعادت و خوشی او را میخواهم اکنون در گوشه دنجی از این جهان با دلبر خوش و خندان به سر میبرند به زودی آیشه که خیالش از جهت نازنین راحت شده است تاجلی را همزیر خروارها خاک خواهد دید و یک کتاب سوگلیه حرم سرای شاه اسماعیل شده به آرزوی خود خواهد رسید بر تخت ملکه هفت اقلیم جلوس می کند و مرا هم بر مسند قاضی القضاعت خواهد نشانید شیخ که سرحال بود در بین راه قوطی مینای انفیه را از جیب بیرون آورد و دو برابر معمول به دماغ کشید تا نشش تکمیل و کاملا سرحال باشد. در خانه نیز خوشحالی دیگری البته برای یک لحظه در انتظارش بود. یکی از سیغه های جوان در خانه نهار خوشمزهی تهیه دیده در انتظارش نشسته بود. زن خوش و خندان گفت مجدگانی مرا بده که از آگش خانوم نامه رسیده است. نامه را تقدیم کرد. شیخ لباده لب و قبا را درآورده و عرقچین سفیدی بر سر گذاشت روی مخده جلوس کرد و در انتظار خبرهای خوشی مشغول خواندن نامه شد ولی هنوز نصف نامه را نخوانده بود که رنگ از رویش پرید حالش دگرگون شد و لرزی بر اندامش نشست خواندن نامه را نیمه کاره گذاشت سر بلند کرد و رو به آسمان گرفت آهی از سوز دل کشید و گفت یا مسبب الاسباب خدایا خودت فرجی عطا فرما وای بر من بیچاره شدم دروغی که ساخته بودم صورت حقیقت به خود گرفت آیا تمام نقشه های من و آیشه و حسین نقشه براب شد؟ اگر اسرار ما از پرده برون افتد هر سه با رسوای تمام سر به باد خواهیم داد آیشه با اظهار نگرانی و پریشانی نوشته بود که از تاریخ حرکت حسین از تبریز به لاهیجان دو ماه می گذارد. او در نظر داشت به محض ورود به لاهیجان و دیدار نازنین هر چه زودتر با او فرار کند و حتی یک روز هم در لاهیجان نماند ولی از قرار اطلاعاتی که از لاهیجان به من رسیده نازنین هنوز در لاهیجان است شگفتان که حسین را کسی در لاهیجان ندیده معلوم نیست که اکنون در کجاست و چه فکری به سر دارد آیش اضافه کرد چون خودش با نازنین مکاتبه ندارد لذا مادر شاه را که قلبا نازنین را دوست دارد وادار کرده نامه به نازنین بنویسد و جویای حال و احوال او و پدرش بشود من چاپار مخصوص را تطمی کردم که مخفیانه تحقیقاتی راجع به حسین به عمل آورد ولی گمان نمی کنم حسین در لاهیجان باشد شیخ بعد از خواندن نامه آیشه دو دستی بر سر زد گفت این است که بزرگان گفتند هرگز نفوس بد نزنید که ممکن است به صورت حقیقت درآید من خودم شهرت دادم که پسرم سر به نیز شده بعد شایع کردم که کشته شده لباس سیاه در بر کردم آیا دروغ شوم و نفوس بد من لباس حقیقت به خود پوشیده آیشه در خاتمه از پدر خواهش کرده بود بنویسد با تاجلی چه کرده آیش تازی را یگانه صد راه خوشبختی خود و پدرش خوانده و اشاره کرده بود که شیخ هر نقشه ای درباره نابودی تاجلی دارد باید قبل از حرکت او از تبریز انجام بدهد و الا اگر چشم تاجلی به چشم شاه بیفتد این دختر هیل ساز با اداها و اطوار مخصوص به خود شاه را فورا مفتون و مسهور خواهد ساخت شیخ همان روز جواب نامه آیشه را ارسال نمود بعد از اظهار تأثیر و پریشانی از گم شدن حسین جریان حملی لوتی را به خانه تاجلی و سقوط و مرگ او را شهر داد. بعد نوشت که تاجلی را متهم به بی افتی نموده خون لوتی معروف را به گردن تاجلی انداخته و مراتب را هم به شاه اطلاع داده است. شیخ در خاتمه نامه به دخترش اطمینان قطعی داد که این دفعه راه گریز از هر طرف به روی تاجلی بسته است. شکی نیست که شاه بعد از خواندن نامی شیخ تاجلی را با دست خود خواهد کشت و آیشه از دست این رقیب بدزاد آسوده خواهد شد فاصله عشق و انتقام اکنون شیخ و آیشه را به حال خود میگذاریم به سراغ شاه اسماعیل تاجلی می رویم. شاه اسماعیل از چندی به این طرف در صدد حمله به بغداد و تصرف و زیارت عطبات عالیات برآمده مقدمات کار را از هر جهات لازم فراهم آورده بود. صوفیان پاکدل و لشکریان جان نثار با ذوق و شوق منتظر فرمان یورش بودند. ولی شاه در همدان نشسته از جای نمی جنبید. صوفی ها چون و چرا در کارهای مرشد کامل یعنی شاه اسماعیل را گناه می و مطیع محض بودند. با این حال هر وقت به هم می رسیدند صحبت از توقف طولانی شاه در همدان به میان آورده حدسیات مختلفی میزدند هیچکس نمیدانست که شاه جوان در انتظار همسرش صبر و قرار از کف داده و تا ورود همسرش دست به کاری نخواهد زد آری شاه نوجوان در همدان نشسته و منتظر تاجلی بود هر روز که در انتظار میگذشت آتش اشتیاق دیدار در سینه پرمهرش سوزانتر میشد جوان پرشور و احساساتی گاهی از خود میپرسید آیا من و تاجلی لیلی و مجنون این زمانه هستیم که بعد از صدها سال سر از خاک بیرون آورده ایم؟ از این سوال ناراحت شد جواب میداد نه نه من عشق کسی را به دل راه نمیدهم عاشقی با کشور گشایی جور در نمی آید. فکر و ذکر من باید پیش قشون و لشکر باشد نه عشق به زن با زبان این سخنان را می گفت ولی همان دم صدای دل را می شنید که می پرسید اگر عاشق نیستی پس چرا در آتش انتظار و تجدید دیدار با تاجلی می سوزی؟ چنان که گفتیم تصمیم داشت بغداد و عراق عرب را تسخیر کند و همین دلیل می ترسید فرصتی که پیش آمده است از دستش برود بارها تصمیم به حرکت می گرفت ولی یک مرتبه تاجلی با آن رخسار غمگین و رفتار و گفتار دلنشین در مقابلش سبز می شد. متغیر و خشمناک می گشت. به شخص خود و تاجلی بد می گفت. و با این حال حس می کرد که تا با تاجلی تجدید دیدار نکند قادر به هیچ کاری نخواهد بود. هدایایی را که از گوشواره و سینریز و دستبند و غیره برای تاجلی آماده کرده بود از جعبه بیرون می آورد. در مقابل خود می نهاد و با وجد و شادمانی کودکانه و معصومانه تاجلی را در نظر مجسم می کرد. با دست خودان زیورالات را به گوش و گردن و دستهای های تاجلی می بست. نگاه پرصفا و شادی تاجلی را احساس می کرد و در همان حال از طول و شدت انتظار بر خود میپیچید اطرافیان شاه جوان متوجه بودند که شاه ناراحت و پریشان خاطر است ولی علت آن را نمیفهمیدند شاه را روزها به شکار که علاقه مفرتی به دان داشت میبردند غالب شبها مجالس بعض میآراستند شاه در ظاهر میگفت و میخندید ولی معلوم بود که غمی به دل دارد که با هیچ وسیله‌ای برطرف نمی‌شود. جان شاه از انتظار به لب آمده دل در سیناش به امید رسیدن تاجلی می تپید و از غم دوری دلارا مثل شم می سوخت و می گداخت بعد از فکر زیاد به این نتیجه رسید که بدون وجود تاجلی زندگی بر کامش تلخ خواهد بود برای اینکه خود را از این تلخ کامی و عذاب کشنده انتظار نجات بدهد تصمیم گرفت از این پس فاصله زیادی از تاجلی نگیرد در ایام صلح او را همه جا ببرد و در مواقع جنگ در محل امنی که فاصله زیادی نداشته باشد بگذارد روی حسابی که شاه اسماعیل کرده بود تاجلی می بایست یک هفته بعد به همدان برسد برای اینکه هفت روز دیگر باید در آتش انتظار بسوزد از خدا صبر و قرار می طلبید. شاه شبها معمولا به خیال تاجلی به خواب میرفت آن روز شاه اسماعیل با اوقات تلخ از خواب بیدار شد شب تا صبح تاجلی را در حالات مختلف خواب دید قافله تاجلی مورد حمله ترکمنها واقع شده ترکمنها به یک حمله سوارهای نگهبان را از پا درآوردند و فراری کردند رئیس ترکمنها تاجلی را بر کس به خود نشانده ولی تاجلی او را قافل گیر کرده و با ای که همیشه همراه داشت پهلوی ترکمن را شکافته و او را از روی زین بر زمین انداخته. سوار بر اسب دو تن از ترکمنها را با تیر از پا در است. سوارهای نگهبان را جمع کرده و چند نفر از ترکمنها را اسیر نموده است. صبح آن روز شاه به یاد روزی افتاد که تاجلی در یکی از سفرها حقیقتا رئیس ترکمنها را با تیر کشته و دیگری را زخمی کرده بود. شاه از داشتن چنین زنی که هم زیبا و هم شجاع و بیباک است بی اختیار تبسم به آورد و سینش مالا مال از عشق به تاجلی شد. این خواب و خیال به قدری شیرین بود که شاه میخواست ساعتها بنشیند و به یاد تاجلی خوش باشد آن روز شاه به شکار نرفت مشغول رتق و فتق امور شد وزیر اعظم در ضمن عرض گزارشها گفت نامه خصوصی و سر از شیخ عبدالهادی رسیده نامه را به دست شاه داد شاه با شنیدن اسم شیخ به یاد دختر وی آیشه افتاد شاه زندگی شخص خود و همچنین تاجلی و مادرش و جمع دیگری را مدیون آیشه میدانست که ظاهرا آنها را از غذای مسموم بر حذر داشته و همه را از مرگ نجات داده بود شاه شکل و شمایل آیشه را در نظر مجسم نمود تصدیق کرد که زیبا و دل باست ولی تاجلی کجا و آیشه کجا به خاطر آورد که تاجلی بعد از شنیدن خبر نامزدی شاه با آیشه چنان براشافته بود که میخواست سر به کوه و بیابان بگذارد نه راضی به دلتنگی و قصه خوری تاجلی نیستم شاید آیشه هم مثل نازنین در ظاهر اظهار محبت به من میکند و در باطن علاقه ای به من ندارد فقط دلش میخواهد که مردم بگویند آیشه زن شاه است. نازنین را که رها کردم. باید آیشه را هم از سر باز کنم. باید شوهر عالی مقامی برای او در نظر بگیرم و راضیش کنم که جز حاجلی عزیزم به روی زن یا دختری هر هم زیبا باشند نگاه نخواهم کرد. عشق تاجلی چنان در دلم جای گرفته که به قول شاعر با شیرن درون شده و با جان به در رود. خدایا این هفته کی تمام می شود آن روز کی خواهد رسید که تاجلی از راه برسد و در چشم های معصوم او فروغ مهر و وفاداری را بنگرم تاجلی باید همیشه در کنار من باشی شاه بعد از رسیدگی به گزارش ها و صدور عوامر و فرامین لازم نامه شیخ را به دست گرفت مهر از سر آن برداشت و مشغول خواندن شد چند نفر از وزرا و سرداران که حضور داشتند از جریان نامی که شیخ به شاه نوشته و با تقلید خط و مهر والی لاهیجان او را دشمن شاه قلم داد نموده و مغضوب درگاه کرده بود اطلاع داشتند این است که چشم روی شاه دوختند تا شاید چیزی بفهمد شاه که تصور میکرد شیخ در ضمن گزارشها ها مجدهی حرکت تاجدی را هم از تبریز در نامش نوشته با لبخند پر امید و آرزو نامه را باز کرد چند سطری که خواند یک مرتب قیافش تغییر کرد و رنگش سرخ شد آثار و علائم خشم بیپایان در رخسارش نمایان شد نامه را با قیز بر زمین زد و در حالی که از خشم و غضب میلرزید گفت توف بر این روزگار به چه کس میتوان اطمینان کرد وزرا و عمرایی که حضور داشتند یقین کردند که شیخ این دفعه برای یکی از بزرگان محرم و مقرب درگاه پاپوش دوخت است هر کدام خیال می کردن که قربانی توطعه شیخ شدند. شاه می لرزید. یکی از عمرا با ترس و لرز گفت ساهی خدا بفرمایند چه اتفاقی رخ داده است. مگر ما مرده ایم. هر کسی خلاف و خیانتی کرده اسمش را بگویید تا به سزای اعمالش برسانیم. شاه از این دل سوزیان امیر بیش از پیش خشمناک شد. گفت برخیزید و همه بیرون بروید. مرا تنها بگذارید. آن چند نفر که جملگی به جان خود بیمناک و نگران بودند تعظیمی کردند و از در بیرون رفتند شاه دوباره نامی شیخ را به دست گرفت و مشغول خواندن شد میخواند و پشت سر هم فوش و دشنام بود که نسار تاجلی میکرد سابقا اشاره کردم که شیخ به شاه چه نوشته بود شیخ در ضمن عبارات معدبانه تاجلی را متهم به روابط مخفیانه و نامشروع با های تبریز کرده نوشته بود که تاجلی مخصوصا کنیزها را در اتاقهای پایین سکونت داده و خودش به منظور مخفی داشتن اعمال ناروای خود در بالاخانه منزل کرده شبها در آنجا فاسقهای خود را که از دیوار بالا میرفتند پذیرایی میکرد یکی از زناکاران در حال صعود به بام ظاهرا به علت مستی به کوچه افتاد و زخمی شد خوشبختانه صبح آن شب تاجلی از تبریز حرکت کرد شیخ منت سر شاه گذاشته بود که به هر نحوی بود نگذاشت هویت تاجلی شناخته شود او را فرزند یکی از تجار که به مکه رفته معرفی کرده بود خلاصه آبروی شاه را حفظ کرده است شیخ اضافه کرده بود که وقتی روز حرکت تاجلی برای خواندن دعای سفر رفتم و خواستم مثل پدر نصیحتش کنم چون فهمید که من تا حدی از جریان اطلاع دارم مرا با فوش و دشنام از خود راند تهدید کرد که از دست من به شاه شکایت خواهد کرد در ذهن به کلی منکر کارهای ناروای خودش شد گفت مردی که از بام افتاده به قصد دزدی آمده بود در صورتی که لوتی بدبخت را که جان بر سر وسال تاجلی گذاشته همه در تبریز میشناسند میدانند که اهل دزدی نیست گذشته از آن لوتی های تبریز از راه باجگیری زندگی خود را اداره می کنند و هرگز به دزدی نمیروند. شیخ در خاتمه برای اینکه شاه گزارش او را حمله بر غرض نکند پیشنهاد کرده بود که شاه معمولین مخفی به تبریز بفرستد تا راجع به مرگ لوتی که از جاهلهای نامدار شهر بود و همچنین محل سقوط او و علت مرگش تحقیقات کاملی به عمل آورند خود پیداست که از خواندن نامی شیخ چه حالی به شاه نوجوان و قیور و احساساتی دست داد دنیا در نظر جوان عاشق زیر و رو شد. ساعتی پیش مشتاق آمدن تاجلی بود که غم دوریش را تسکین دهد. اکنون مشتاق آمدنش بود که آتش کینه و تنفر خود را فرو نشاند. تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟ جوان قیور در عالم خیال تاجلی را نزد الوات تبریز مجسم می نمود که چگونه سعی می کند با اشوگری و تنازی دل از کفشان برو باید. آیا تاجلی به فاسقهای خود میگفته که همسر عقدی شاه اسماعیل است؟ هیچ بعید نیست. تقصیر از خود من است. گدازاده بی اصل و نصب را چنان بالا بردم و تاج سر خود قرار دادم. قافل از این که زن ناپاک زاده مدارید. امید که زنگی به شستن نگردد سفید. شاه قیابن از شیخ تشکر میکرد که نگذاشته مردم به هویت تاجلی پی ببرند. شاه اسماعیل تند خوب و عجول بود آتش کینه و انتقامی که در سینهاش زبانه میکشید راحتش نمیگذاشت بر خود واجب میشمرد که هرچه زودتر انتقام خود را از همسر بیوفا و حرزه بکشد و آبی روی آتش دل سوزان خود بریزد چنان تشنه به خونه تاجلی شده بود که دید اگر بخواهد تا یک هفته دیگر منتظر ورود تاجلی بشود در فشار خشم و غم و صرف کندگی زنده به گور خواهد شد. حق به جانب مادرش میداد که همیشه از تاجلی بدگویی میکرد و او را لایق همسری پسر تاجدارش نمیدانست. دانست. قیابن از شیخ سپاسگزاری می کرد که از روی صدق و صفا و بدون کمترین چشم داشتی به او خدمت میکند. هر چه کرد، هر قد خواست به خود دلداری بدهد و احساسات خود را کنار گذاشته تا عقل و خرد گردد فایده نداشت. او تشنه خون تاجلی بود. به خاطر آورد چگونه در جنگ های گذشته چند نفر از سپاهیانش تشنه خون دشمنان معینی بودند. وقتی آنها را به چنگ آوردند مشتی از خونشان را نوشیدند و از گوشتشان کبابی پخته و آن را با لذت فراوان بلعیدند. حس میکرد که خودش هم باید با تاجلی همین معامله را بکند تا خونش را ننوشد و گوشتش را کباب نکند و نخورد تسکین نخواهد یافت هر چه کرد و برخود فشار آورد که صبر کند تا تاجلی از راه برسد و آن وقت انتقام هولناک و خونینی بکشد دید که طاقت صبر و تحمل ندارد ساعتی بعد در میت پنج نفر از سواران جان نسار به استقبال تاجلی رفت تا هر کجایی که به او رسید کارش را بسازد حرکت ناگهانی و شتاب شاه از شهر موجب تعجب و نگرانی اطرافیان گردید. از وضع شاه معلوم بود که به شکار نمی رود. پس به کجا می رود؟ آثار خشم و غضب بی پایان در سیمای شاه نمایان بود. یکی دو نفر از سردارها با ترس و لرز جلو آمدند ولی جرأت نکردند جویای مقصد شاه بشوند. همینقدر پیشنهاد کردند که شاه عده بیشتری سوار همراه ببرد گفتند که دشمنهای دین و دولت در کمین هستند ممکن است خدای نکرده چشم زخمی بزنند شاه بر آنها نهیب زد و پرخاش کرد و براه افتاد میتاخت و تمام فکرش پیش تاجیلی بود آری تاجیلی این دختر نمک نشناس چشمش که به من بیفتد تصور خواهد کرد میتواند با آن اداهای شیرین خود مرا بفریبد قافل از اینکه این دفعه نوک خنجر تیز من بوسه بر قلب ناپاکش خواهد زد توف بر ذات ناپاکت باد ای دختر بیوفا که زندگی را بر من تلخ کردی خود میفهمم که تا آخر عمر تلخ کام خواهم بود پشت سر تاجلی دشنام میداد و ناسزا میگفت ولی تاجلی را با همان قیافه شاد و خندان در مقابل میدید و صدای دلنواز و روح پرورش را میشنید عشق عجب عالمی دارد در یک چشم برهم زدن محبت جای خود را به دشمنی می دهد و آتش کینه و نفرت در سینه زبانه می کشد لحظه بعد باز ندای محبت به گوش می رسد پنج شش فرسخی که تاختن در فاصله پنجاه قدمی جاده آب و درختی دیدند بدان سمت راندند و برای رفع خستگی و تشنگی خود از اسبها پیاده شدند شاه اسماعیل پای درختی نشسته چندی در گردا به افکار تیره و تار قوتور بود وقتی به خود آمد که لحظه بعد یک عده سوار برای رفع آتش به لب چشمه رسیدند چون همراهان شاه طبق دستور او لباس معمولی بر تن داشتند و به جای تاج سرخ قزل باشها کلاه معمولی بر سر نهاده بودند کسی از واردین آنها را نشناخت معلوم شد رئیس آن عده سوار یکی از مالکین اطراف همدان است که برای شاه اسماعیل هدایایی میبرد تا شاه خدمتی به پسر نوجوانش رجوع کند رئیس سوارها از شاه اسماعیل سوالاتی راجع به اخلاق و خصائل شاه نمود شاه اسماعیل اظهار بیاطلاعی کرد سوارها بعد از رفع آتش به راه خود رفتند. در اینجا فکری به خاطر شاه رسید که ناراحتش کرد. با خود گفت: همانطور که اینها مرا نشناختند ممکن است سواران همراه تاجلی هم مرا نشناسند ما را راه زن پنداشته کار به جنگ و جدال برسد من هم که زره به تن ندارم با یک تیر کشته می شوم. اگر خدا معرفی کنم آنها کنار بروند و من تاجلی را بکشم همه به علت این قتل پی برده و افتضاح و رسوای بزرگی به بار خواهد آمد همه خواهند فهمید که حرم شاه به او خیانت کرده و شاه از او انتقام کشیده. اگر بخواهم بعد از کشتن تاجلی تمام همراهان او را از زن و مرد از پا در آورم را تا راز فاش نشود همراهان خود را چه کنم؟ آیا همه را نابود کنم؟ چگونه خونه یک عده بیگناه را به گردن بگیرم؟ از طرف دیگر اگر انتقام خود را از تاجلی نگیرم آرام و قرار نخواهم داشت. مگر اینکه خود را بکشم و از این همه درد و رنج راحت بشوم چطور است به شهر برگردم تاجلی را بعد از ورود شبی تنها گیر آورده گناه عظیمش را روبرویش بگویم و با دست خود خفهش کنم تا کسی از داغ ننگی که بر پیشانی من نهاده آگاه نگردد آری مخفی داشتن خیانت تاجلی مهمتر از کشتن خود او بود این فکر را پسندید بران شد که به شهر برگردد و چند روزی دندان روی جگر گذاشته در آتش انتظار و انتقام بسوزد تا تاجلی از راه برسد در اینجا یک مرتبه به خاطرش رسید که تاجلی به محض اینکه با او روبرو بشود با آن سیمای دل رو با و عدا و اطفالهای شیرین و نمکینی که دارد کاری خواهد کرد که شاید شاه اختیار از کف داده و گذشته را فراموش کند. تاجدار جوان در کار خود حیران و درمانده بود در هر حال تصمیم گرفت که به شهر برگردد منتظر رسیدن تاجلی بشود تا بعد انتقام خود را از او بگیرد از جا برخواست تا دستور مراجعت به همراهان بدهد در این میان از دور یک عده سوار دید که به سوی همدان میرفتند ظاهرا آنها هم که تشنه و خسته بودند از جاده شهر خارج شده به سوی چشمه به افتادند شاه اسماعیل همانطور که کنار اسبش ایستاده بود سوارها را از دور تماشا میکرد از وضع لباسشان معلوم بود که از مردم گیلان هستند پیشاپیش سوارها مرد خوش سر و وضعی حرکت میکرد که از دور به نظر شاه ها شنا آمد سرکرده ای مزبور وقتی به بیست قدم رسید و شاه را دید شناخت یک مرتبه دیوانوار خود را از اسب بر زمین انداخت با یک دست به سوارهای خود دستور توقف داد و خودش دوان دوان و تعظیم کنان جلو آمد روی پاهای شاه افتاد و اشک ذوق و اشتیاق بر چشمانش حلقه بست این مرد همان علیداد خان حاکم رشت بود شاه که میدانیم حال حوصله نداشت و بین زندگی و مرگ دست و پا میزد با خون سردی و تا حدی خشمگین پرسید کجا می روی؟ چطور بی اجازه شهر مهمی مثل رشت را خالی گذاشتی و به راه افتادی؟ حاکم جواب داد اولا شوق زیارت جمال مبارک اختیار از کفم رو بوده بود در ثانی پیشامده پیش آمده و توتعه هایی چیده شده است که بر خود واجب شمردم به عرض برسانم تا نوکران جان نسار شاه لگد مال دشمنان خیانتکار نکردند شاه با اکراه و بیعتنایی پرسید باز چه خبر شده؟ حاکم نگاهی به اطراف کرد و گفت چون عرایزم محرمانه است لذا شاه مقصود او را دریافت دو نفری بیست قدمی از چشم دور شدند و پای درختی نشستند شاه با خشم گفت حالا بگو ببینم برای چه منظوری آمده ای؟ چه اتفاقی روی داده؟ تعریف کن ولی مختصر حاکم گفت مقصود از شرف یابی این است که بیگناهیه یکی از صد تقصیر این چاکران جان نسار شاه عالم پناه را که قربانی یک توطعی ننگین و مورد اتهامات ناروایی قرار گرفته ثابت کنم. شاه شتاب زده پرسید طول تفصیل نده مقصودت کیست؟ مقصودم میرزا علی کیا والی لاهی است که بر اثر توطعی شیخ عبدالحادی نابکار و اسفندیار نامراد خود و خاندانش بدون جهت مغزوب درگاه شدند یادتان هست که گفتم در جریان تقیان اسیان امیر حسین چلاوی که در گیلان بر ضد شاه اسماعیل قیام کرده بود اسفندیار نامی هم از حکام بلوکات گیلان به او پیوست بعد از شکست چلاوی متواری شد بعد پیش شیخ رفت تا شفاعتی پیش شاه کند فکر شیطانی عجیبی به خاطر شیخ رسید بران شد که با یک تیر دو نشان بزند هم شیرینی پربهای های شفاعت اسفندیار را بکند و هم والی لاهیجان و دخترش را مغزو درگاه شاه کند شیخ عریضهی به شاه نوشت گناه اسیان اسفندیار را به گردن والی لاهیجان انداخت نامه ای هم از خط و مهر والی لاهیجان خطاب به اسفندیار جل کرد و در این نامه آنچه توانسته بود از شاه بدگویی کرد شاه چنان براشفت که طلاق نامی نازنین را فرستاد و تنبیه و مجازات والی را مکول به وقت دیگری کرد حاکم رشت بعد از شرح این ماجرا گفت بنده و والی هر دو به روح پرفتوح سلطان هیدر قسم یاد میکنیم که آن نامه جعلی بوده استدعا داریم که نامه را به دست خطاتان مجرب بسپارند تا صحت عرایز ما ثابت بشود. شاه با تشدد گفت تنها شفاعت شیخ که از معتمدین ماز کافی بود که من از سر تقصیر اسفندیار بگذرم. چه لزومی داشت که شیخ چون این نامه جعل کند. شیخ اهل این کارها نیست. بالاخره شما چه دلیلی بر صحت اظهارات خود دارید؟ حاکم جواب داد. محکمترین دلیل ما اعترافات و اظهاراتی است که حسین پسر شیخ نموده. و واری با گوش خود شنیده شاه زهر خندی زد و گفت عجب دلیل محکمی مرده که دیگر زبان ندارد تا از خود دفاع و رفع تهمت کند بیچاره حسین اکنون زیر خاک خفته و هفت کفن پوسانیده معلوم نشد این جوان لایق چگونه و با دست چهش خاصی و در کجا کشته شد من به تمام حکام دستور دادم خبری از مرگ او به دست آورند بیچاره پدرش هنوز سیاه پوش است آیا کسی هم مرده را شاهد دعاوی زنده ها قرار می دهد؟ این دفعه نوبت زرخند حاکم رشت بود. گفت خبر گم شدن و بعد مرگ حسین هم از حیله است که شیخ به کار برده. حسین طوری نشده زنده است اکنون در لاهیجان زندانی می باشد. حیرت بی حدی به شاه دست داد. حسین زنده است؟ عجب. حاکم گفت شیخ شیا تعمدن خبر گم شدن و بعد مرگ پسرش را شایع کرده بود تا حسین به تواند دور از چشم این و آن مرتکب خیانت نمگین و عظیمی نسبت به شاه بشود. در ضمن خیال دخترش آیشه هم از دست یکی از رقبای خود یعنی دختر والی آسوده گردد. جواب مبهمی بود. شاه چیزی درست نفهمید. بنابراین نهیب زد واضح تر بگو. حسین برای چه منظوری به لاهی جان رفته؟ خیانتی که میخواست مرتکب بشود چیست؟ حاکم گفت میرزا علی کیا والی لاهی جان همراه چاکر آمده تا اگر توانست خود و دختر معصومش را از تهمتهایی که شیخ دروغگو در نامی جهلی بر آنها بسته است در پیشگاه مبارک تبرعه کند. و الا استدعا خواهد کرد که سر از تنش جدا سازند تا از رنج بی لطفی خلاص شود. شاه والی را احضار کرد. مرد پاکتل و جان نسار که شاه اسماعیل را هفت سال در آغوش پرمهر خود پرورانده و او را مثل فرزند دوست می داشت از دیدن روی شاه به هیجان آمد. اشک می و سخنانی می گفت که مفهوم نمی شد. شاه از روی زمین بلندش کرد. والی گفت گیرم که تمام نسبت هایی که شیخ به من و دخترم داده درست باشد ولی آیا سایه خدا باور می کنید که من این آخر عمری دست از مذهب حقی اصنا اشری بردارم؟ آیا این وصله به من می چسبد؟ دخترم از قصه دارد از بین می رود. یک چشمش خون است و چشم دیگرش اشک. در اینجا قیافه معصوم و مظلوم نازنی در مقابل چشم های شاه مجسم شد. بیچاره نازنین خیلی از من ندیده و تمام عشق و علاقه و مهر و محبت من نصیب این تاجلی نابکار شد که عاقبت ذات ناپاکش را بروز داد و مرا هم برای همه عمر تلخ کام کرد اگر قیم قیمش هم بکنم دلم خنک نخواهد شد اگر یک از هزاران همه التاف و محبت را در حق نازنین یا آیشه می کردم هر دوی آنها حاضر بودند جان خود را نصار کنند قیافه آنها در نظر شاه مجسم شد. نازنین با آن همه وجاهت معصومانه هنری جز لبخند ملکوتی و نگاه آسمانی نداشت. آیشه زیبا بود. عقل و هوشش بالاتر از همه. ولی تاجلی چه داشت؟ همه چیز. والی که شاه را ساکت دید گفت پدر و پسر و دختر در تمام این نقشه ها دست داشتند ولی ابتکار در دست آیشه دختر شیخ بوده و هست. تمام نقشه ها را او میکشد و برای اجرا به دست پدر و برادر میدهد دهد. شاه نسبت به آیشه خوشبین بود و او را نجات دهنده شخص خود و مادر و تاجلی و اهل خانه میشمرد گفت آیشه چه تقصیری دارد بیچاره در گوشه اردبیل نشسته و مانند دختر مهربانی خدمت مادر مرا میکند کند. والی گفت چاکر نمیدانم که آیشه برای نابودی رقیب عمده خود تاجلی خانم چه حیله به کار خواهد برد ولی در مورد نازنین به مقصود خود رسید با نامه جعلی پدرش نازنین را مغزوب و مطلقه ساخت حسین که به اندرون راه داشت نازنین را دیده و خواهان ازدواج با او شده بود آیشه از خواست برادرش آگاه بود از ترس اینکه مبادا سایه خدا به حال زار نازنین رحم آورد و رجوع کند در گوش حسین میخوان که نازنین دلباخته اوست چه بهتر که حسین مخفیانه به دیدن محبوبه خود برود و با او به یکی از کشورهای دور فرار کند در اینجا جریان آمدن مخفیانه حسین را به لاهیجان تعریف کرد که چگونه جوان نمک نشناس در دل شب با تغییر لباس و قیافه وارد شد به بهانه اینکه پیغامی از طرف مادر شاه دارد تقاضای ملاقات با نازنین را نمود والی گفت من محض احتیاط پشت در قرار گرفتم تمام حرفهای حسین را که شرح نیرنگ بازی ها و دروغ پردازی های پدر و خواهرش بود شنیدم به علت بی های شاه نسبت به خودم و دخترم پی بردم حسین را زندانی کردم تا نظر مبارک چه باشد شاه به حد گید شده و براشفته بود که دیگر قدرت ادامه صحبت نداشت. از شنیدن جریان خیانت ها و نیرنگ سازی های شیخ و حسین آیشه مات و مبهوت و مردد مانده بود. آزم شهر شدند. در شهر به اصطلاح امروز پرونده تشکیل دادند. خط شناسان و کتاب و خوشنویسان دوره هم جمع شدند. نامه ای را که شیخ از قول والی لاهیجان به اسفندیار ساخته بود، در میان نهادند. چند نامه هم از والی لاهیجان را که سابقا به شاه نوشته بود حاضر کردند. بعد از مقابله و دقت جملگی گفتند که خط و انشاء نامه با نامه های اصلی والی مقایرت دارد. خلاص رأی دادند که نامه جعلی است. وقتی به شاه ثابت شد که نامی شیخ جعلی است، مقصود شیخ از این خیانت همانا تهیه موجبات و ترد و مغزوبیت نازنین بوده است. تا آیشه رقیب معصوم خود را از میدان به در کند والی لاهیجان را خواست و دلجویی و نوازش کرد سلام به نازنین فرستاد و از اینکه باعث قصه و ناراحتی نازنین شده بود اظهار ندامت کرد بعد هم والی و هم حاکم رش را ملزم ساخت که درباره خودعه و خیانت شیخ و پسرش حسین با کسی صحبت نکند این جریانات را مخفی بدارند تا شاه تکلیف شیخ و حسین را معلوم سازد. قرار شد حسین در زندان بماند. وقتی بر شاه ثابت شد که نازنین معصوم قربانی دستیسه شده که آیشه با دست پدرش فراهم آورده و به هدف خود که ترد رقیب یعنی نازنین بوده نائل یک مرتبه فکری به خاطرش رسید. شاید نامه هم که شیخ نابکار راجب خیانت های تاجلی نوشته به این منظور بوده که من تاجلی را از خود برانم و آیشه به قول والی یک کتاز حرم سرا باشد. این فکر برای یک لحظه آرامشی در دل شاه پدید آورد. تاجلی را دوباره در کنار خود دید ولی این آرامش خیلی زود گذر بود. شاهنامه شیخ را بیرون آورد بار دیگر به دقت مطالعه نمود. دلائل و مدارک شیخ بسیار محکم و غیر قابل انکار بود. شیخ حتی اسم لوتی را که فاسق تاجلی بوده ذکر کرده بود باز تردید جانسوزی بر دل شاه نشست باز عشق و نفرت در دلش جا عوض کردند تصمیم گرفت موضوع را تحقیق کند و قبل از گرفتن نتیجه با تاجلی روبرو نشود بعد از اولین ورود شاه اسماعیل به تبریز چند نفر از لوتی های به نام شهر تحت تاثیر احساسات مذهبی دست از الواتی کشیدند و در سلک نوکران شاه در آمدند. یکی از آنها لوتی معروفی بود به نام کازم الاف که روزگاری بر همه لوتیان ریاست داشته و همه را می شناخت. شاه کازم را خواست با قید و قسم که راجب موضوع معمولیتش با کسی حرفی نزند جریان افتادن از بام خانی تاجلی و دو نفر از همدستانش که او را به خانهش رسانیدن تعریف کرد. گفت دلم میخواهد به بهانه دیدن مادرت چاپاری به تبریز بروی و جزئیات این ماجرا را تحقیق کنی شاه گفت باید از اینجا تا تبریز چهار نل به تاخت بروی و برگردی اگر ده از پمزیر پایت سقط شود اعتنا نکنی هرچه زودتر من را از نگرانی در بیاوری کازم ساعتی بعد به راه افتاد همان روز شاه اسماعیل دو نفر از چاکران محرم را خواست به آنها دستور داد راه تبریز را پیش بگیرند هر جا به قافلی چنین و چنان می رسیدند نامی شاه را به دست خانمی که بزرگ قافله است بدهند شاه به تاجلی نوشته بود که هر جا نامه به دستش برسد همانجا توقف کند تا خود شاه به استقبالش برود واضح هست که شاه نمیخواست قبل از ثبوت تقصیر یا تبرعی تاجلی با او روبرو شود همراهان عزیز لذت داستان این قسمت از داستان زیبای دختر قهرمان هم تحفه ای بود هدیه از طرف ما برای شما عزیزان جان امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید روز روزگار بر شما خوش